هفته قبلترش مختصر در مورد برانگیزان ها و تریگر ها و تحریک کننده ها صحبت کردم. میایم مرکز و سمزدائی تصمیم نداریم دیگه مصرف کنیم، آسیب دیدیم از مصرف، دلمون میخواد زندگی خوبی داشته باشیم، پاکی برای رویاست، سال هاست دنبال پاکی داریم میگردیم ولی نمیتونیم به دستش بیاریم و دوباره میریم مصرف. چراهای زیادی برای این مصرف کردن وجود داره که داریم توی چند جلسه در موردش صحبت میکنیم و رسیدیم به توی جلسه قبل به برانگیزان های بیرونی و درونی، تریگرها یا اصطلاحاً جرقه های آغازگر مصرف، یعنی مصرفمون از یه جایی شروع میشه، استارت میخوره، جرقه میزنه و ما قراره که یاد بگیریم سر این کلاس ها اون جایی که داره جرقه میخوره، اون جایی که داره استارت میخوره متوجه بشیم و ببرشیم و جلوش رو بگیم. بچه ها داشتن مشارکت میکردن، دوستی اون گوشه سالان بلند شد و من خیلی برام سوال شد که چه اتفاقی افتاده. گفتش که ظاهراً شیلنگ گاز مشکل داره و یه نشتی داره اتفاق میفته. خب اگر ایشون متوجه نمیشد یا بیانش نمیکرد، ممکن بود یک نفر توی سالن برای سیگار کشیدن یا استفاده کردن با فنجانش داره بازی میکنه، تاپ تاپ تاپ، یک جرقه و یک انفجار خوبه نکرده و یک فاجعه. اما متوجه شدیم، صدای کردیم، کسی که این کارو بود بلد بود اومد و جلوی اون فاجعه رو گرفت. و من گفتم که چه خوبه این مثال رو در مورد رفتارهای خودمون که منجر به مصرف میشه اینجا استفاده کنیم. خیلی از اوقات پاکی و نشتی داره، اصطلاحا حالا قدیمترها شنیدم گفتن پاکیش پنچر شده، مثل توپی که پنچر داره ازش باد خارج میشه. شما ممکنه دو دقیقه هم باش فوتبال، والیبال، بسکتبال بازی کنید ولی بعد از یک رو نیم ساعت دیگه اون توپ تور نیست. پاکی که در واقع پنچره شاید دو روزی برای پاکی باشه، شاید چهار روز پاکی باشه ولی بعد از یه مدت دیگه پاکی نیست. و ما داریم خیلی سعی میکنیم بچه ها رو به این درک برسونیم، البته که به درک رسوندن برای بچه های معتاد فرقی هم نمی کنه، به تحصیل و به فرهنگ و به یه سری مسائل ممکنه که حالا خیلی کم ارتباط داشته باشه، عمدتا ارتباطی نداریم. به درک رسوندن معتاد که متوجه بشه افکار من به دردم نمیخوره کار خیلی ساده ای نیست. معتادا روی افکار خودشون خیلی اصرار دارن و میگن منم که میدونم شما نمیدونی، برای این من میدونم باعث میشه که بری یه سری اشتباهات رو بکنه، حالا چه با مصرف چه بدون مصرف خیلی هم تفاوتی نمیکنه. متمرتب چون مرکز سمزدایی است و اساسا داریم در مورد مصرف صحبت میکنیم، تمرکز رو روی رفتارهای لغزشی من اینجور مسئله هست. بنابراین ما باید یاد بگیریم قبل از این که توی شرایطی برسیم که دیگه نتونیم کاری بکنیم یه اقدامی انجام بدیم، وگرنه شما مواد دستت باشه نشسته باشی پای مواد 99% ذهنت آلوده به وسوسه باشه، وسوسه همین ذهنت رو در تسخیر خودش گرفته و داره مدیریتت میکنه، اونجا دیگه خیلی کار زیادی نمیشه انجام داد. این جرقه ها رو باید پیدا کنیم. اگر یادتون باشه هفته پیش گفتم بشینید و فکر کنید تریگر های شما، جرقه های شما، برانگیزان های شما چیه؟ چه چیزی بهت میگه که به مواد فکر کن؟ میتونی دوباره مواد بزنی؟ میتونی یک بار بزنی؟ میتونی اینو به جای اون مصرف کنی؟ چه چیزی تو تحریک میکنه؟ محیط تحریک میکنه؟ احساسات، غم، درد و رنج، فشارهای روانی، خانواده، ترس از آینده، گذشته. تو یه روزی یادت نره که به خاطر فرار از همه اینا تنها یه راه بلد بودی، اونم مواد بزن اصلا احساس نمیشه و دیگه باید احساس کنی. ببین در دوران پاکی
احساساتت گفتیم که برمیگه و باید احساس کنی. این که بخوای احساس نکنی باید مواد مصرف کنی. حالا اگه بخوای مواد مصرف نکنی باید با احساساتت آشتی کنی. باید با افکارت آشتی کنی، ببینیشون و تغییرشون بدی. حالا بچه ها توی مشارکتشون هم گفتن، صبح من داشتم یه مسئله میخوندم که اگر میخوای رفتارتو تغییر بدی باید افکارت فرمان رفتارهای ما دست افکارمونه. فکر شد که تغییر بکنه، رفتارت هم تغییر میکنه. اما وقتی که تو فکر میکنی فکرت درسته، فکر میکنی دیگران اشتباه میکنن و وسط نقطه زمین، مرکز زمین همون جاییه که من وایستادم، این فکر رو نمیشه تغییر داد بچه‌ها. و این فکر رو نتونی تغییر بدی، مصرف دوباره اتفاق میفته. چرا؟ چون تو با این فکر سالها مصرف کردی دیگه و این فکر رو تغییرش ندی، دوباره میری مصرف. حالا اومدیم یه سری چیزایی که توی درمان ماتری یک سال تحقیقاتی که کردم و دیدم افراد معتاد زیادی از این راه آسیب خوردن و رفتن دوباره مصرف کردن رو لیست کردیم، میخواییم در موردش صحبت کنیم. اینها جرقه های آغازگر مصرف هن. یعنی چی؟ یعنی اگر مصرفت اینجاست، اینجا یه سری اتفاقات میفته و مثل فندکی که میزنی تاک تاک، مثل شبکه بخاری که میزنی تاک تاک تاک، انقدر میزنی تا روشن میشه. یه سری رفتارها رو انقدر انجام میدی تا آتش اعتیاد دوباره شعله بر میشه. نکن، تو باید یاد بگیری نزنی. این نزدن این خیلی راحت تره تا اینکه به یه شعله رو خاموش کنی. اصلا این شعله ممکنه دیگه امون بهت نده، ممکنه تو رو ببلده، تو نمیتونی نزدیکش بشی، ولی میتونی جلو جرق قرار بگیری. آقا نکن این کار، پاروخطیه، نقصه، چه میدونم اشتباهه، ندانسته یه کار رو انجام، هرچی که هست نکن. و باز دوباره برمیگرم اون دو تا گوش شنوایی که باید یه معتاد برای مهربونی داشته باشه، ولی متاسفانه خیلی ها ندارن. گوشا بسته است، انگار نمیشنون. از راه گوشه که افکار تغییر میکنه دیگه. تو وقتی اینا رو ببندی چجوری میخواد جریان جدیدی به ذهنت وارد بشه و اونو تغییرش بدی؟ اینا رو میبندی، اصرار داری که خودت هم میتونی، میدونی و میتونی درسته و میری کارهای خود انجام. پس بریم برانگیزانهای بیرونی شروع کنیم امروز و فردا. هفته بعد در مورد برانگیزان ها یا جرقه های آغازگر بیرونی و درونی با هم صحبت کنیم. تنهایی، آدم معتاد توی تنهایی خودش دوست خوبی برای خودش نیست. واقعا اگر بودی دفاع کن از خودت، بگو من بودم. توی تنهایی خودت چه اختلالی امتحان دادی؟ ببخشید، توی تنهایی خودت چقدر با وجدان و چقدر با در واقع انصاف به مسائل دیدی؟ آدم های معتاد توی تنهایی خودشون یا توی یأس خودشون یا توی انزوای خودشون چیزی که درگیرشون میکنه خشم و اون حالت طلبکاریشون از کل دنیاست. اصلا کل دنیا اونها به دکاره و اینها توی تنهایی میاد بالا. خشم، رنجش، کینه، انتقام، ترس، گذشته، آینده، نه. آدم معتاد توی تنهایی رفیق خوبی، آره دوستان میگن که ما در تنهایی محکوم فنایی. بخاطر همین میگن دیگه، چون تو توی تنهایی با افکار خلوت میکنی و افکارت شروع میکنه برای جرق بزدن. میتونی یه بار بزنی یا کسی نمیفهمه. آقای حسین زاده که نیست، یه بار بزن کسی نمیفهمه. آخر هفته است، غم داری، شادی، هیجان بکنی، یه بار بخوری، یه بار بکش. و توی تنهایی اتفاقات خوبی از جمله جرق خوردن و مصرف مجدد نمیدونم با دوستان مصرف کننده. خب توی جمع دوستان مصرف کننده هم اینطور، اولا که وقتی تو جمع دوستان مصرف کننده قرار میگیری، چه بخوای چه نخوای، خودت هم یه دوست مصرف کننده. میگفتم که یه ضرب المثلی بود، حالا یه اصطلاحی بود، میگفتم بگو دوستت که تا بگم تو کی هستی. وقتی تو در جمع دوستان مصرف کننده قرار میگیری، یعنی فرهنگ، هنجارها، حرفها، مشترکات، احساسات همه یک، و نمیتونی کنار اون آدم قرار بگیری و بگی من مصرف نمیکنم. اون حالتهایی که دوستان مصرف کننده داره، سوا اینکه تو ذهن خودت چه اتفاقی برات میفته، حالتهای اون آدم جرقه مصرف برای تو،
چششو ببین، حرفشو گوش کن، صداشو ببین، لحنشو ببین، خاروندنشو ببین، سیگار کشیدنشو ببین، چه میدونم آرامششو ببین، آرامش کاذب، خاموش بودن یعنی احساس نکردن. و بعد انقدر شروع میکنی با خودت حرف زدن، در واقع میگم اون ذهنت انقدر باهات حرف میزنه که تو هم میتونی بری یه بار دیگه این کارو بکنی. و امان از این یک بار مصرف هایی که معتادان ده ها بار، صد ها بار به هوای این که بدن یه بار مصرف کنن دیگه مصرف نکنن میفتن دوباره فرایند مصرف کردن. نمیشه یک بار مصرف کردنی برای آدم معتاد وجود نداره. یعنی جایی که رسیدی دیدی مصرف برای ایجاد مشکل میکنه، اونجا باید خداحافظی کنی. و برای اینکه توی خداحافظی بمونی باید راههایی که بازگشت نکنه رو یاد بگیری. اگر یک بار بزنی، ببین یک بار زدن یعنی زدن دکمه چرخه معیوب مصرف. تو این دکمه رو میزنی، یعنی فرایند مصرف رو دوباره تو خودت روشن میکنی. فکر نکن یه بار مصرف میکنی میری کنار چه اتفاقی، تو وقتی میزنی ذهن تو دوباره توی مصرف روشن میکنی، یه کارخونه روشن میشه، یه جریان دوباره بیدار میشه و فکر میکنی که یه ذره میزنم. نه، تو همون یه دونه خوشم دکمه رو میزنی دیگه، دست تو پارتی ها و مهمانی ها. حالا اگر دوستانی هستن که برانگیزان هاشون اینها هست، خواهش میکنم این جرقه اگر تنها نمونی، اگر با دوستان مصرف کننده نگری بهتره تا اینکه مصرف کنی بگی من دیگه مصرف نمیکنم، دیگه نمیتونی مصرف کنی، دیگه میفتی توی مصرف، میشی اجبار به مصرف. حالا توی پارتی ها و مهمانی ها، توی پارتی ها و مهمانی ها قطعا مشروب وجود داره. توی پارتی ها و مهمانی ها، حالا ما گفتیم در مورد مشروب میگیم پنتلزت هم میگه الکل یک ماده مخدر است و ما افراد مبتلا به بیماری اعتیاد باید از هر گونه ماده مخدر پرهیز کنیم تا بهبود بیاییم. نیار داخل پرانتز بگوییم که مشروب داخل پرانتز من شیشه میکشم این که قرص میگه. و ما افراد مبتلا به بیماری اعتیاد باید از هر گونه ماده مخدر پرهیز کنیم تا بهبود بیاییم. وقتی میری توی پارتی و مهمانی مشروب هست، ذهن بیمارت هم همراهت شروع میکنه باهات حرف زدن. وقتی میری تو پارتی مهمانی قرص هست، قرص. وقتی میری تو پارتی مهمانی متلک هست، پاستوریزه شدی؟ گذشتت یادت رفت؟ چیه میترسی؟ آدم معتادم که در درون احساس خلا و حقارت میکنه کافیه یه برو تحریکش کنی دیگه که من حالا میبینی مثلا چیکار میکنم. توی پارتی و مهمانی مقایسه هست، توی پارتی و مهمانی مسائل عاطفی حتی مسائل جنسی ممکن اتفاق بیفته. توی پارتی ها و مهمانی ها اون خجالتی که داری میخوای تو جمع حاضر بشی هنوز تواناییشو نداری اونو داری، بعد ذهنت میگه یه چیزی بزن بتونی خجالت تو مثلا مدیریت کنی، پاشو بری حرف بزنی، پاشو بری ابراز وجود کنی و داستان میشه واسات. پس یه مدت آقا خواهش میکنم پارتی نرو، مهمونی نرو. اگر میخوای پاک بمونی ها ما توصیه میکنیم، اگر میخوای پاک بمونی یه سری چیزا رعایت کن که جرقه ها خورده نشه. شما میبینی دکتر 5 تا دارو میذاره توی نسخه، میذاره توی مشما میده دستت، میگه اگر میخوای خوب بشی اینا رو بخور دیگه، به خودت بستگی داره، میای بیرو میخوری یا پرتش میده تو جون. حالا ما توصیه میکنیم میگیم اگر میخوای پاک بمونی آقا یه مدت پارتی نرو، هیچ چیش ما نرو، بذار به جای اینکه تو توسط فکرت مدیریت بشی بتونی فکرت رو مدیریت بکنی. اگر فکرت به گو بیاوری کار بکن بتونی عواقبش رو ببینی، بتونی در واقع آسیباش رو ببینی، بتونی از خودت مراقبت کردنها رو یاد بگیری. چیزی که معتادا معمولا بلد نیستن کنار دریا، یکی دیگه از جرقه ها طرف از تهران میخواد راه بیفته بری کنار دریا، کلش میگه مشروب تو بردار، کلش میگه مواد تو بردار، دلش میگه نری اونجا خمار ببینی. خب معلومه که تو اینجا بخوای راه بیفتی قبل از اینکه به باک بنزین ماشین نگاه کنی بنزین داره یا نه، به باک ذهن خودت نگاه میکنی ببینی مواد درش برداشتی یا نه، تو اون رو انتخاب نمی کنی، همون شروع کنی با تو حرف زدن. شما نه دریاست. برای اینکه هر وقت رفتی، من قبلا یه صحبت کردم گفتم که اگر یه دونه چای بیارم بذارم جلوی شما روی میزت، بذارم جلوی شما روی فرشی که نشستی، منتظر چی؟ بندش هم بیارم برات. تو وقتی که کنار دریا مواد الکل یا اسیدی که مصرف کردی
مثل چای و قنده. وقتی میری کنار دریا کلش کله آدم اوتا میگه و قندش کن و مشروب کو مواد کو بابا بزن رفتی تهران دیگه نزن. چقدر گول میزنیم راحت خودمون رو، چقدر خودمون رو فریب میدیم. یه چیزی داریم در درونمون که بارها در مورد صحبت کردیم به نام ذهن خائن، خائن درون، چیزی که در درون من وجود داره نمیتونم از خودم دورش کنم و کارش خیانت کردن به منه. به من میگه که ببین رفتی کنار دریا مواد دیگرزی چیزی بزن برگشتی تهران دیگه این کار نکنم. آه من چقدر سرنگم. آره راست میگه. دیگه نمیدونم که من اگر برم شمال یه بار بزنم جریان فکری مصرف من روشن میشه، من برگردم تهران و دنبال مصرفم بودم. چون نمیدونیم، خیلی متاسفم از اینکه حرف رو میزنم، چون نمیدونیم فکر میکنیم خیلی دانایی و این خیلی بده. یعنی میذاریم به حساب زرنگی ها و دانایی های خودمون در حال که اصلا نمیدونیم قرار چه اتفاقی برامون بیفته. پس اگر میرفتی که نهار دریا مواد میزدی الکل میخوردی نرو آقا جان. یه مدت نرو به خدا تا حالا ما نشدیدی کسی به خاطر دریا نرفتن اتفاق بدی براش افتاده باشه. یه مدت دریا نرو. پاکت که اومد بالاتر مهارت هات که بیشتر شد تونستی کنترل کنی شما نه مهمونی هم برو از موضوع شما تنها بمون گاهی اوقات، ولی اوایل پاکتی کار رو نکن چون مساوی میشه با مصرف کردن. چاقی در افزایش وزن توی مصرف کنندگان شیشه من اینو زیاد دیدم بچه ها به محض اینکه پاک میشن حالا افزایش وزنی برشون اتفاق میفته، یه چاقی اتفاق میفته، بعد ذهن شروع میکنه میگه که اگر یه بار دو بار مصرف کنی 10 کیلو 15 کیلو لاغر بشی برسی به یک اندام ایدئال، به یک تناسب اندام، دیگه مصرف نکنی مشکلی پیش نمیاد و شروع میکنه جرقه زدن برات که چاقی اذیت میشی بزن لاغر بشی دیگه جلوشو بگیر نزن. خدا پدر مادر یه دوستی رو بیامرزه که اینجا من یاد جملهش افتادم به من میگفتش که یوسف شروع نکردن یک کار خیلی راحت تر از اینکه شروعش کنی و بعد بخوای جلوشو بگیری ادامه دار نشه. ما وقتی که نمیتونیم جلو شروع کردن یه چیزی رو بگیریم هرگز نباید ادعا کنیم که شروع میکنم جلوشو میگیرم، چون شروع نکردن شاید آسان‌تره و وقتی دارم شروع میکنم مطمئنا دیگه جلوشو نمیتونم بگیرم چون یه جریان خیلی سخت و سنگین اتفاق میفته. تعطیلات آقا پنجشنبه است، جمعه است، تعطیلات عیده، یه تعطیلات خاصیه. من همیشه میزدم تو این تعطیلات. باز داستان چای و قند است. تعطیلات جمعه اومد ذهنت شروع کنه باز صحبت کنه آقا پس کو. رابطه جنسی هم همینطوره. میخوای توی این رابطه جنسی وارد بشی ذهنت میگه پس کو. اون چیزی که میدادی به من ازش استفاده میکردم یه رابطه جنسی میذاشی اون کو، اونو به من بده. و ذهن عین یه بچه کوچیک شروع کنه لجبازی کردن، عرصه رو به تنگ میکنه، روزگارت رو سیاه میکنه، یا اصطلاح درمانی میگیم که تو رو وسوسه میکنم که برو اون رو میگیری بیار بده من تار رو بشه و از ابزارهای قدرتمند زیادی استفاده میکنه دیگه. پس اگر تعطیلاتی مثل جمعه، مثل پنجشنبه، مثل یه تعطیل، مثل چه میدونم 4 روزی که تعطیلات عید فطر، اگر احساس میکنید تعطیلات میخواد به آسیب بزنه بود خودتو برسون به یه جای امن. اون روز تعطیلی برو توی کم، اون روز تعطیل تنها نمون، اون روز تعطیل پانش برو توی پارتی و مهمانی، اون روز تعطیل پانش برو کنار دریا. تعطیلی خودش یه برنگیزانه، دریا هم یه برنگیزان دیگه. ببین چه شبتی نکنه این کارو اگر میخواید پاش بمونی نکنه. هنگام بارندگی هوا الان ابریه و خیلی یارو داریم که میگن ما هنگام بارندگی وسوسه میشیم، دلمون میگیره، نمیدونم تپ شعرمون گل میکنه، عاشق پیشه میشیم، حالا هر چی تو اگر ببین لورا گفتیم که نمیتونی یه چوب برداری این ابر رو بزنی کنار بگی که منو وسوسه میکنه که، اما میتونی ابرهای وسوسه آلود ذهنت رو ببینی و در موردش حرف بزنی، مشارکت کنی، اقرار کنی، بری توی یه جای امن قرار بگیری تا یواش یواش سال بعد که 1 سال پاک بودی
توانایی رو پیدا کنی که از هوای ابری هم لذت ببری و اون قسمت انحراف فکری معتاد گونه که میگه تا هوا ابری شد تو باید بری بزنی، اون یه مقدار کم رنگ باشه. پس تا بتونی روی خودت مدیریت کنی، تنها نمون، خودتو تو شرط قرار نده، اقرار بکن، افکارت رو بازگو کن، مهارت‌های مقابله با وسوسه رو یاد بگیر که مصرف نکنی. قرارهای ملاقات. فکر می‌کنم دیگه رابطه جنسی رو حالا بیشتر باید در مورد صحبت کنیم، ببینید وقت می‌رسیم. قرارهای ملاقات. ببین یه دوستی همین الان توی این جمع حضور داره. چند وقت پیش اتفاقی براش افتاد و میگفت قرار ملاقات باعث شد. آدم های به اصطلاح تازه در مسیر بهبودی هر کاری میخواستن بکنن، مصرف بد میکن، بزنن بد میکن. حالا میخواد بره سر قرار ملاقات. قرار ملاقات چیه؟ یا با دوست دخترش قرار گذاشته که ما توصیه میکنیم رابطه نذاریم، یا میخواد بره برای کار صحبت کنه، یا میخواد بره راهنما بگیره، یا نمیه یه قراری داره دیگه، یه چیزی در درونش میگه بزن، بخور، بکش، یه کاری کن بتونی خوب حرف بزنی، بتونی عزت نفس داشته باشی، اعتماد به نفس داشته باشی، بتونی اونجا قرار ملاقات رو خوب مدیریت کنی. و باز به هوای اینکه من میخوام یه بار این کار رو بکنم میریم انجام میدیم. و ببین قرار ملاقات اگر داری، خواهش میکنم این میتونه برای جرقه داشته، با راهنمات چکش کن، حرف بزن و هر چیزی که راهنمات گفت گوش کن که این فرصت در واقع مصرف مجدد رو برای فکرت ایجاد کنه. در نهایت این موارد و مواردی که جلسه بعد فردا در مورد صحبت کنیم رو اگر دارین توی خودتون پیدا کنید. بچه ها اینجا اگر مدیریت بشود بهتره، تا اینکه 99% ذهن درگیر مصرف شده دیگه نمیتونی کاری براش بکنی. خواهش میکنم اگر دوست دارید پاک بمونید این موارد رو رعایت کنید. مرسی از شما.